سلام وقت شما به خیر توجه نمایید به خبر دست تمدن فعالان مدنی پاکستانی و افغان در واکنش به اخراج اجباری مهاجران در مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل در پاکستان دست به اعتراض زدند معترضان گفتند با نماینده دفتر سازمان ملل در پاکستان پیرامون مسئله مهاجران دیدار و گفتگو کردند اما پاسخ قانع کننده نشده است با این حال وزیر داخلی پاکستان با تاکید بر موقف پاکستان بر اخراج مهاجران از این کشور گفته در مرحله اول مهاجران فاقد مدرک قانونی اخراج خواهند شد وزیر اطلاعات بلوچستان نیز گفته تصمیم حکومت پاکستان برای ورود افراد دارای ویزا به این کشور قطعا اجرا خواهد شد سه هفته پس از زلزله مرگبار در هرات، وزیر دفاع از کمک 36 میلیون و 500 هزار افغانی به زلزله زدگان این ولایت خبر داد این زلزله این وزارت گفته این کمک نقدی برای ساخت خانه های مسکونی برای آسیب دیدگان در نظر گرفته شده است. پیشتر هم این وزارت ده میلیون افغانی به زلزل زدگان هرات اهدا کرده بود. با این حال سازمان ملل روز گذشته اعلام کرد که هنوز هم به کمک های فوری برای زلزله زدگان نیاز است. عبدالسلام حنفی معاون اداری نخست وزیر در دیدار با جمشید خاجیوف معاون نخست وزیر ازبکستان خواهان سرمایه گذاری بازرگانان و سرمایه گذاران ازبکستانی در افغانستان شده است ارک اعلام کرده که معاون نخست وزیر ازبکستان نیز در این دیدار گفته تا شکند خواهان گسترش و استحکام هرچی بیشتر روابط با کابل در عرصه های مختلف است مسئولان مراکز تجاری ایران و افغانستان از توسعه روابط تجاری بین هر دو کشور خبر میدهند این روابط بیشتر در بخش تجاری زراعتی و مالداری و انتقال دانش فنی و برگزاری نمایشگاه ها بین دو کشور می باشد. مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند تنها در چهار ماه اول سال جاری برزش بیش از 500 میلیون دلار تجارت صورت گرفته است با با باور آگاهان توسعه روابط تجاری سبب کنترل نرخ و ایجاد شغل در افغانستان میگردد. و خبر اخیرین که ریاست آبهای استاده در ولایت غزنی با همکاری شماری از مؤسسات بین المللی روند باسازی و ترمیم بندهای آبگردان را آغاز کرد. مسئولان این نهاد با اشاره به اهمیت بندهای آبگردان برای تغذیه آبهای زیرزمینی و توسعه زراعت گفتن تمامی بندهایی که در اثر جنگ و یا حوادث طبیعی آسیب دیدن دوباره باسازی خواهند شد کشاورزان نیز با تاکید بر اهمیت این بندها از اقدامات برای باسازی آنها استقبال می کنند. این بود خبری در وقت شما خیر.